سوم اسفند ماه 1397 خورشیدی و 22 فوریه 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر اول گفتگویی داریم با دکتر قاسم شعله سعدی که اخیراً با وثیقه و وکالت از زندان آزاد شدن و منتظر دادگاه تجدید نظر 6 سال حکم زندانشونن. قسمت بعدی برنامه میریم سراغ ماجرای بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران که در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی بازداشت شد چند روز پیش و رابطه این بازداشت با رشوه‌خواری مقامات جمهوری اسلامی. بعدم برنده اصلی مسابقات فوتبال خدمتتون معرفی میکنیم. پرده آخرم که آخر برنامه. قاسم شعله سعدی حقوقدان، وکیل دادگستری، استاد اخراجی دانشگاه و نماینده ادوار مجلس دوره‌های سوم و چهارم سال 67 تا 75 و بعد رد صلاحیت در همه دوره‌های انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری. 25 مرداد 97 ویدیویی منتشر کرد در فضای مجازی خطاب به مردم ایران. وضعیت کشور در بدترین شرایط خود طی سالهای گذشته است. در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی فروپاشی نزدیک است. ثروت و منابع شما بی حساب و کتاب غارت می شود و کرامت و آزادی زنان و مردان ایران زمین لگد کوب می گردد و تمامیت ارضی ایران زمین مورد تهدید و معامله قرار می گیرد. ملت بزرگ ایران، بدانید این فجایع نتیجه سلب حق حاکمیت ملی شماست که از طریق سنت سیئه نظارت استثوابی به بار آمده است و دولت‌ها و مجالس بی لیاقت و بی کفایت نتیجه چنین نظارتی می باشد. فردا در مقابل خانه ملت به تأسی از پیشوای بزرگ نهضت ملی دکتر مصدق بزرگ فریادگر مطالبات شما خواهم بود و پرچم مبارزه با نظارت استثوابی را به دوش خواهم گرفت. فردای انتشار این ویدیو دکتر شعله سعدی لباس کچلوش در بود، لباس وکالت پوشید و رفت جلو مجلس ایستاد. خب چند نفر هم اومدن از جمله وکیل دیگر دادگستری آقای آرش کیخسروی و محمد جوادیه و محمد نوریزاد. به جای اینکه این نماینده مجلس بیاد بیرون، این افرادی که هم سرشناسن هم توشون وکلای دادگستری هستن و هم خود اعتراض کننده افسون بر اینکه حقوقدانه دو دوره نماینده مجلس بود و نماینده ادوار مجلس، عوض اینکه یکی از داخل مجلس بیاد این افراد از نمایندگان ملت از داخل خانه ملت بیاد این افراد رو ببره تو و به حرفاشون گوش بده، پلیس رو میفرستن که اینا رو بگیرن. آقای جوادیه و آقای نوریزاد آزاد میشن، اما قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی رو نگر میدارن. نزدیک 4 ماه این دو وکیل دادگستری زندانیان. قاضی صلواتی براشون حکم 6 سال زندان بریده که فعلا با وثیقه آزادن و منتظر حکم دادگاه تجدید نظر. وثیقه 200 میلیون تومانی نقدی برای هر وکیل و کفالت 100 میلیون تومانی. اون 200 میلیون تومان نقد که قانونا و شرعا و تا عطا رفته تو 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه صادق لاریجانی، داره سودشو میخوره. قبلا خیلی دربارش حرف زدیم، چی بگیم؟ 20 میلیارد تومان داره سود داشته هاشو که از همین وثیقه ها جمع میشه داره میخوره دیگه، مف مفت. بعدم هر روزم هی پست جدید میگیره از رهبر معظم. چرا این حقوقدانا رو بازداشت کردن؟ میگن چون دکتر شعله سعدی فراخوان داده به تجمع غیرقانونی مقابل مجلس. تو این جمله‌ای که من گفتم دو تا غلط گنده بودا، یکی فراخوان داده که فراخوان اصلا نداد و بارها هم گفته اینو آقای شعله سعدی، یکی دیگه این که تجمع جلو مجلس که غیرقانونی نیست که اصلا.
باری گفتن چون فراخان غیرقانونی داده مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت میشه و محکوم به زندان شده. دکتر شعله‌سعدی، اصلا بحث فراخان نبوده، بحث این بوده که به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک کسی که مسائل کشور رو میدونه و معتقده که ما دولت با لیاقت و مجلس با کفایتی نداریم، الان این مجلس و دولتی که هست می‌بینید که شرایط بحرانی هست، حتی اینا یه راه حل هیچ کدومشون قادر نیستن ارائه بدن که از این حالت بحرانی عبور بکنید. لذا من رفتم بعد از انتشار اون کلیپ رفتم مجلس، می‌خواستم برم با نمایندگان مجلس صحبت کنم، بگم آقا این که ما یه دولت با لیاقت و یک مجلس با کفایت نداریم، دلیلش قانون نظارت استصوابی هست که به شورای نگهبان اجازه میده هر کاری دلش میخواد میکنه، که حالا من سابقه اون رو هم میدونم، و این قانون یه قانون عادی هست که مجلس تصویب کرده، اصلا نیازی به تغییر قانون اساسی هم در این مورد خاص وجود نمیداشت، یه قانون است که مجلس تصویب کرده، خود مجلس هم میتونه اونو لغو بکنه. من رفتم اونجا یک اقدام کاملا قانونی، کاملا مدنی، یعنی مثلا شما موقعی که اظهارات آقای دکتر زیبا کلام رو میشنوید خیلی جالب هست، میگه آقا بیاید اقدام در رابطه با اصلاحات سیستم بیاید اقدام قانونی بکنید. آیا از این اقدامی که من کردم قانونی تر، مسالمت آمیز تر و اخلاقی تر وجود میداشت؟ من رفتم به عنوان کسی که خودش نماینده مجلس بوده و میداند که علت این که ما دولت با لیاقت نداریم و مجلس با کفایت نداریم این است که قانون نظارت استصوابی اجازه نمیده آدم های قدر برن تو مجلس و تو دولت، و در نتیجه این قانون اتفاقا واقعا نقشی رو ایفا میکنه مثل حزب رستاخیز که عامل مهمی بود در فروپاشی نظام سلطنتی. من رفتم با نمایندگان مجلس مذاکره کنم، رایزنی کنم برای لغو قانونی که خودشون تصویب کردن. من به عنوان نماینده مجلس روز 500 بار میتونم برم داخل مجلس بیام، نیاز به مجوز گرفتنم ندارم، حتی اون رو بندر گرفتن بردم دادسرا و کلانتری و بعدم زندان فشافوی، زندان تهران بزرگ، و بعد توی سپاه، و بعد آوردن دوباره زندان اوین، و حالا آخر کار این آقای سرواتی 6 سال حبس داده. همه اینا خلاف قانون است، و اونایی که میگن آقا بیاد از راه مسالمت آمیز، واقعا این یه نمونش من هستم، یه نمونش من که از خارج نیومدم، که حتی فراخوان حزبی و گروهی هم ندادم، چون من عضو هیچ حزب و گروهی نبودم هرگز، که الان هم نیستم. به عنوان یک شهروند خواستم برم مجلس و با نمایندگان که همکاران من سابقا هم عضو اونجا بودم، همکار تلقی میشیم با اونها، بریم رایزنی کنیم آقا این بساطه را انداختن. اینم در شرایطیه که آقای خامنه ای بارها گفته که در ایران آزادی هست، آزادی عمل هست، حتی به رهبر میشه انتقاد کرد، میشه همه کاری کرد، ولی خب من که تازه کاری به رهبرم نداشتم که بخوام انتقاد بکنم، که یک قانون ساده ای رو که فکر میکنم منشأ بسیاری از مشکلات و گرفتاری های کشور هست، به عنوان یک کارشناس قضیه میخواستم برم اونجا رایزنی کنم، گرفتن من رو بردن زندان، الان 6 سال حبس دادم. خب کی دیگه واقعا کار قانونی، کار مسالمت آمیز میکنه و به نتیجهش میتونه اطمینان داشته باشه؟ بله، هی ما میگیم شما گوش نمیدین آقای دکتر شعله‌سعدی. از وقتی شما رو گرفتن چی شد؟ بلافاصله کجا بردن و بعد چه اتفاقی افتاد؟ ما رو سوار ماشین کردن بردن توی پلیس امنیت، بعدش هم بردن اون کلانتری، شب هم اونجا تو زیرزمین کلانتری خوابیدیم، و بعد هم بردن دادسرای اوین. یه بازپرس شعبه 5 کسی بود به نظرم به نام آقای مراد عباسی بازپرس قضیه بود. اول هم
اتهامی که تفهیم کرد اخلال در نظم بود، در حالی که من نظم رو هم مختل نکرده بودم. یه نفر رفته با نمایندگان مجلس صحبت کنیم، اونم خانه ملت که همه میتونم برم، با 100 میلیون تومان قرار کفالت. خب بلا فاصله چند تا وکیل دادگستری حضور پیدا کردن با ارائه پروانه وکالتشون، با ارائه پرینت حساب بانکیشون که مثلا نشون میداد 300 میلیون موجودی داره، با سند اتومبیلشون که نشون میداد این مثلا اتومبیل 1 میلیارد قیمتشه. برای 100 میلیون کفالت بازپرس اینو قبول نکرد، اولین تخلف بازپرس بود. من حتی به قرار کفالت اعتراض هم نکردم، اما بعدش به بازپرس نمیدونم چه کسی دستور داد که آقا این اتهام رو تغییر بدید به اجتماع و تبانی و قرار رو هم بکنید قرار بازداشت موقت. بازپرس هم از این استقلالش استفاده نکرد، بگه آقا این امکان داره کسی یه نمانده رفته میخواسته بره با نمایندگان مجلس مذاکره کنه، این کجاش اجتماع و تبانیه؟ یعنی آقای شورسدی خودش با خودش میخواسته تبانی کنه، خودش با خودش میخواسته اجتماع کنه. بازپرس هم به جایی که استقلالش حفظ بکنه تسلیم شد، قرار بازداشت موقت، و ما رو هم با دستبند روانه زندان فشافویه کردن، زندان تهران بزرگ، حسن آباد قم، نزدیک اونجا. در اونجا هم بعد از اینکه چند روز ما بودیم دوباره ما رو تنبیهی بردن در یه بندی که مربوط به معتادها و دوزها و اینا بود، و اونجا فاجعه بود اصلا. یعنی بهداشت اصلا نبود، آب اصلا نصف روز آب لوله قطع بود، ساس از این دیوارها بالا میرفت، جا خیلی کم بودی، زندانیا بیچارا مثل نخ سیگار کنار هم میخوابیدن، خیلی وضع بدی بود. بعدش هم چشم ما رو دوباره بستن فرداش. جالب این چشمندشون، داخل چشمند هم اونجایی که رو چشم قرار میگیره از داخل دو تا برآمدگی خیلی ضخیم و زبر به اندازه دو تا بادام که روی چشم قرار میگرفت، همش روی چشم فشار میابود. بعد ما رو بردن یه جایی که بعدا من فهمیدم اونجا مربوط به سپاه هست. 8 روز ما رو اونجا به طور در سلول انفرادی نگه داشتن، صبح و عصر بازجویی های خیلی خیلی سنگین، و بعد از 8 روز هم ما رو آوردن دوباره اوین. رفتیم حالا این بار دیگه تو زندان اوین. در زندان که بودیم بازپرس خودش بعد از نزدیک 2 ماه قرار بازداشت موقت رو تبدیل کرد به وثیقه. من هم اعلان کردم که آقا وثیقه آمد، حتی نقدن وثیقه می سپارم، سندم نمیخواد، من پول نقد میذارم. باز تخلف دوم بازپرس انجام شد، یعنی از قبول وثیقه نقدی اجتناب کرد، امتناع کرد. اینم تخلف دومش بود. اعزام ما به زندان تهران بزرگ فشافوی او هم یه تخلف دیگرش بود. از همه اول هم قرار بود ما بریم زندان، باید میرفتیم اوین. ببینید دو تا اتهام اصلی در پرونده شما هست، یکی تبلیغ علیه نظام و یکی اجتماع و تبانی به منظور اخلال علیه امنیت کشور. همه میدونن که اینا انشای بالایی هست، ولی به هر حال حکم دادگاه اعلام شده، 6 سال زندان برای شما. قاضی صلواتی حالا اعتراض کردین و رفته دادگاه تجدید نظر. کی قرار دادگاه تجدید نظر تشکیل بشه حکم بده؟ اینا رو نمیدونم. ببینید آدو چقدر ما متزلزل، خودشون هم اینا نمیدونن که چه لطمه دارن به نظام میزنن. یعنی انقدر این نظام رو شکننده دارن الغا میکنن که هست که یه دختر خانم اگر رو سرش برداشت این میشه در واقع اخلال در امنیت کشور. یک خانم دختری رقصید و مثلا رقصش رو توی این شبکه مجازی منتشر کرد، میگه امنیت کشور متزلزل شده. اگر که یک کسی که نماینده مجلس بوده و حقوقدان هست، وکیل هست، البته من استاد دانشکده حقوقم هم بودم، به استناد همین حکمی که آقای صلواتی قبلا داده، بعد از 28 سال تدریس در دانشگاه که 25 سالش من فقط دوره کارشناسی ارشد و دکترای حقوق و علوم سیاسی تدریس کردم،
بعد از 28 سال بنده هم اخراج کردن از دانشگاه. اون وقت آقای حسین الله‌کرم هم اومده تو همون دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که من اونجا استاد بودم و من رو اخراج کردن، حالا ایشون تدریس میکنه. خب اتفاقا جالبه، یکی از این بازجوهایی که اون 8 روزی که من در انفرادی بودم در سپاه، میگه آقای دکتر شما چون حقوقدان هستی مقررات رو رعایت کردی، رد پای از خودت به جا نذاشتی. گفتم خب خودتم که اقرار میکنی که من مقررات رو رعایت کردم، پس برای چی من آوردید اینجا شما؟ یعنی اصلا معلوم نیست که اینا با چه معیاری با مردم برخورد میکنن. ببینیم واقعا در یک نظام فقاهتی که قانون یعنی دستور حاکم، حکم خدا، و از همین حکم دادگاه هم که داده شده معلومه که چقدر قانون اجرا میشه، بهش میگن که به زندانی میگن که تو مقررات اجرا کردی و جرمی مرتکب نشدی، بعد قاضیه میاد، مثلا قاضیه میاد 6 سال حکم میده. توی همچین وضعیتی اعتراض به یک مصوبه مجلس، یعنی همین قانون نظارت استصوابی، اینقدر نتیجه میده که آدم به خاطر 6 سال بره زندان؟ انصافا یه مثلا بحث اصلی رو کنار بزنیم، بالاخره این مردم پنیر و گوشت و نمیدونم بهداشت و پوشک و این چیا میخواد یا نمیخواد؟ خب این یه دولت و یک مجلس کارآمد لازمه برای اینا. خب ببینید الان وضع مملکت به چه روزی افتاده. من احساس تکلیف کردم، یه ایرانی هستم، از مجازاتش هم نمیترسم، تخلفم نمیکنم. من باید بگم اینا برای ثبت در تاریخ باید باشه لااقل، و الا بسیار حال بندر 6 سالم ببرید زندان، مگه مشکل شما حل میشه؟ والله مشکل شما حل بشه من ناظرم مثلا خودم خودکشی کنم. یه وقتی سلمان رشدی که حکم قتلش داده بودن، فتوای قتل داده بودن، همون موقع یادمه ما گرفتار بحران سیب زمینی بودیم تو کشور، یکی از این نهادها، بنیادها، بنیاد 15 خرداد شاید بود، یه پولی رو گذاشته بود $1,000,000 یا بیشتر برای جایزه کسی که این آقا رو بکشه. یه مطلقی خیلی عجیبی گفته بود ایشون، اونجوری که نقل قول شد، گفت آقا شما برید پول رو خرج سیب زمینی بکنید، مشکل کشورتون رو حل بکنید، اصلا من خودم خودکشی میکنم، لازم نیست کسی بیاد منو بکشه. به هر حال این پرچم مبارزه با قانون مضر نظارت استصوابی که من گفتم به دوش گرفتم، این که از دوشم ور نداشتمش که، من که ادامه میدم این مبارزه رو که، ولی یه مبارزه قانونی هست، مدنی هست، حق هست، اخلاقی هست. بله، چند روز پیش خبر آمد که آقای یوسف سالوجی، سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران، بازداشت شده به اتهام دست داشتن در رشوه‌خواری کلان مسئولان جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی بازداشتش نکرده، جمهوری اسلامی که نظام رشوه صفته، نمیاد سفیر یک کشور دیگر رو به دلیل رشوه دادن به مسئولان خودش بازداشت کنه. هر کی هم ازش رشوه گرفته کاری باهاش ندارن، فعلا که نداشتن و ندارن، حالا تو چه می‌دونن جنگ قدرت شاید یقه هم دیگر رو بگیرن، کی اصلا به کی کار داشته باشه؟ همشون رشوه میگیرن دیگه، شماها بهتر از من میدونید. یوسف سالومی که الان بازنشسته وزارت خارجه سالوجی که الان بازنشسته وزارت خارجه آفریقای جنوبی است، تو جوهانسبورگ بازداشت شد 15 بهمن 97 و دادگاهی در جوهانسبورگ قرار محاکمش رو گذاشته 17 آوریل که میشه 28 فروردین، همین 2 ماه دیگه 98. یوسف سالوجی سال 82 تا 86 4 سال سفیر آفریقای جنوبی در ایران بود. ماجرای رشوه به همون موقع برمیگرده، به برنده شدن قول موبایل آفریقای جنوبی MTN در مزایده ایرانسل که البته برنده نشد، با رشوه برندهش کردن. تمام داستان هم همینه، داستان این است که
بزنین از روزنامه هفته صبح براتون بخونم. یوسف سالوجی در ماجرای راهندازی ایرانسل اپراتور دوم تلفن همراه دست کم یک مرتبه 100,000 دلار رشوه گرفته، در ازای اینکه مقدمات کنار زدن ترکسل و جایگزین کردن MTN را با لابیگری در ایران فراهم کند. بحث درباره کم و کیف ورود MTN به ایران در سالهای اخیر مطرح بوده. حمیدرضا عارف در همان مصاحبه جنجالی تابستان 96 در مورد این قرارداد گفت: افتخار کردم و می کنم زمانی که سیم کارت تلفن همراه اول فقط وجود داشت، در یک مزایده رسمی با 32 شرکت، من در سن 25 سالگی شرکتی را از آفریقای جنوبی آوردم که همان موقع همه میگفتند مگر آفریقایی ها هم از این کارها بلدند، همه میرفتند دنبال شرکت های اروپایی و چشمابی. من با بضاعت خودم رفتم مذاکره کردم و MTN را آوردم. حالا با بازداشت سفیر وقت آفریقای جنوبی در ایران فکر کردیم که باید رفت سراغ امیررضا خان عارف که روزنامه هفته صبح این کارو کرده پیش از بقیه. حمیدرضا خان عارف در گفتگو با هفته صبح توضیح داد این ماجرای رشوه سفیر آفریقای جنوبی مربوط به دوره حضور ما نبود، این اتفاق بعدن افتاده که ما در دوره اول کنار گذاشته شدیم، در مرحله بعد بود که MTN جایگزین ترکسل شد. یعنی چی؟ ببینین، حمیدرضا عارف میگه اون رشوه ربطی به من نداشته. توضیحاتی که تو اون مصاحبه به گفته هفته صبح تابستان 96 درباره این مزایده میده رو یه قسمتش رو بشنویم، قبلا مفصلش رو شنیدیم. خواهش میکنم باز تحمل کنین، مخصوصا اون صحبت های نجات پرستانش رو که از ژن دو سرش میگه، بشنویم. من افتخار میکنم به اینکه بالاخره این توانایی ها از یه ژن خوب، از یه خونه خوب، از دو تا خونه خوب، از هم از طرف مادر از طرف پدر اومده. ما هم لطف خدا لطف کرده در یه بستر مناسب این کار رو انجام دادیم. من باز هم میگم کاری که من کردم اون زمان، میگم همه حتی مسخره میکردن اوایل، شما رفتین آفریقایی رو بردین، خب بعد مزایده سیستم رسمی کشور، قوه قضاییه نظارت داره، بازرسی کل کشور نظارت داره. نکته‌ای که وجود داره که این دوستان با بی‌معرفتی تمام و با بی‌تقوای تمام نگفتن این بود که زمانی که آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور بود، ما در مزایده بازنده شدیم، دوم شدیم، ترکسل برنده شد به همراه ایرانسل. اتفاق خلاف قانونی که افتاد این بود که وقتی که مجلس هفتم اعلام کرد که ترکسل وابسته به صهیونیست‌هاست و نمیتونه در ایران به دلیل مسئله امنیتی کار بکنه، طبق قانون مزایده که دولت اعلام کرده بود و همه شرکت کنندگان، من جمله ما با پذیرفتن اون قانون اومده بودیم تو مزایده، این بود که اگر یکی از اعضای یک کنسرسیومی رد صلاحیت بشه یا تایید نشه، کل اون کنسرسیوم باید برکنار بشه. شرکای ترکسل کی بود؟ بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع، شرکت سایران. خب این ور کی بود؟ حمید عارف بود با دو نفر شخص حقیقی دیگه و این شرکت MTN. خب زور کی بیشتره؟ زور بنیاد بیشتره، زور وزارت دفاع بیشتره. کاری که کردم در دولت آقای احمدی نژاد که دولت آقای خاتمی عوض شده بود، اومدن گفتن خب شرکت ترکسل که برنده که رفته، باید بریم سراغ دومی. دومی کی توشه؟ حمید عارف توشه. حمید عارف نباید برنده بشه. چرا؟ چون وابسته حالا دولت قبل، اصلا چیزی که هیچ ربطی نداشت. و اومدن در یک کار به نظر من خلاف قانون، اومدن قانون مزایده رو عوض کردن. یعنی قانون رسمی مزایده که میگفت اگر یکی از اعضای اون کنسرسیوم برنده دیسکوالیفای، یعنی بهش بگن آقا شما تایید صلاحیت نداری بره، بعد کل اون گروه میرفت. ولی اومدن حالا دولت آقای احمدی نژاد مجلس اصولگراست، اومدن قانون مزایده رو عوض کردن، گفتن نه، اون تیکه ایرانیش میتواند بماند، بره با خارجی ها مذاکره بکنه. اومدن رفتن با MTNی که ما آوردیم، زحمتش کشیدیم. ببین حق الناس که فقط پول توی جیب من نیست، فقط پارکینگ جلو خونه من که نیست، من رفتم این شرکتی رو هزینه کردم از جیب شخصیم، برداشتم آوردم توی مملکت، شرکتی که هیچ کس نمیشناختتش. ببین یه وقت میگم یه شرکتی سابقه داشته، اصلا کسی نمیدونه MTN، اصلا MTN تا پاشو اولین ویزای MTN رو من براشون درخواست دادم.
ببینین و هر چی آدم بیشتر میشنوه به شرم و حیای این گل پسرها بیشتر واقف میشه. من قبلا رو این حرفا برنامه داشتیم، فقط کاری هم به اون دعواهای درونی خودشون نداریم که نمیدونم من چون اصلاح طلب بودم منو کنار گذاشتن احمدی نژاد یا اومدم فلان کردم، اونم بحث خودشون. فقط یه نکته محض یادآوری عرض کنم که این گل پسر ژن دو سر 25-6 سالش بوده که میگه از جیب شخصی هزینه کرده و قول اپراتور همراه آفریقای جنوبی رو آورده ایران و برای مدیراش ویزا گرفته و از این حرفایی که فقط میتونه نفت بپاشه رو خشم میلیون ها جوون با استعداد متخصص که گل پسر نیستن، گل پسر مسئولان نظام مقدس نیستن. بعدم میگه MTN اصلا کسی نمیشناختش، من رفتم آوردمش. تو 25-6 سالت بود هیچ که نمیشناختی جز دو سر ژن تو. MTN تو آفریقای جنوبی سال 1372 شروع به کار کرده بود. شما سال 1383 11 سال بعد رفتین آفریقای جنوبی برای کارسازی، بعد که بیش از 30 میلیون نفر تو آفریقای جنوبی مشترکش بودن. برین بخونین دیگه تاریخچه MTN در آفریقای جنوبی رو، برین رو سایتش. چی کسی نمیشناختش؟ من اصلا آفریقایی ها میتونن این کارو بکنن؟ اصلا خجالت آور این حرف. واقعا میگم که پای مایه اینا رو غیر از بیسوادی از نجات پرستی و بچه پر روی ریختن. بذارین من این ژن دو سر رو تموم کنم بعد ادامه بدیم مطلب رو. ایشون میدونین که الان چیکار است؟ همین رضا عارف همین امسال مهر 97 شد مشاور رئیس کمیته ملی المپیک و مسئول کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک به حکم رضا صالحی امیری که حسن روحانی هرچی بهش پست تو وزارت ورزش و ارشاد و غیره داد نتونست. آخرش شد رئیس کمیته ملی المپیک به حکم همین وزارت ورزش حسن روحانی. از اطلاعاتی های قدیمی سالها در شورای عالی امنیت ملی و مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بوده. دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم مشاور رئیس جمهور بود. بذاریم برگردیم به پرونده رشوه در قرارداد ایرانسل و بازداشت سفیر سابق آفریقای جنوبی. بنیاد مستضعفان و سازمان صنایع الکترونیک وزارت دفاع که 51% سهم ایرانسل رو دارن، اینا قاعدتا اون رشوه رو باید گرفته باشن. هان نمیدونیم اصلا قبل از مزایده رشوه رو باید حمیدرضا عارف و دوستان گرفته باشن. ها گلپسر میگه تا احمدی نژاد نیامده بود ما اوضاع دستمون بود. احمدی نژاد سال 84 اومد ما رو کنار گذاشت و بنیاد مستضعفان آورد شریک آفریقای جنوبی کرد، درست؟ ولی قبل از مزایده کی به سفیر آفریقای جنوبی در ایران 100,000 دلار و در مجموع 200,000 دلار پول داد که به مسئولان جمهوری اسلامی رشوه بده و برنده شدن MTN رو کارسازی کنه؟ کی؟ رئیس سابق MTN. این ماجرا هم خرداد 91 فاش شد، اینی که من الان دارم خدمتتون میگم، با شکایت ترکسل علیه MTN آفریقای جنوبی. بزنین یه تیکه از گزارش رویترز رو بخونم. در جوان 2012 7 سال پیش، یعنی که یعنی بعد از اینکه 7-8 سال گذشته بود از اینکه ایرانسل تو ایران راه افتاده بود و ایرانسل امروز میگه حدود 45% مشترکان تلفن همراه در ایران رو داره که من نمیدونم چقدر این آمار درسته. به هر حال این قرارداد، ببینین این قرارداد 15 ساله است، الان نزدیک 15 سالش گذشته، 14 سال گذشته که بعد از 7 سال که این قرارداد بسته شده بود و این ایرانسل هم راه افتاده بود، این ماجرایی که الان دارم براتون میخونم فاش شد سال 1391 خورشیدی. شرکت ترکسل که در استانبول مستقر است در شهر واشنگتن در آمریکا شکایتی را علیه MTN آفریقای جنوبی طرح کرد
و رقیب آفریقایی خود را به پرداخت رشوه و دزدیدن امتیاز راه اندازی اپراتور تلفن همراه در ایران از تورکسل متهم کرد که در آن زمان برنده این قرارداد معرفی شده بود. همون نکته که امیررضا عارف هم اشاره میکنه که میگه تورکسل برنده شده بود. این یه نکتهش درست بود. تورکسل در شکایت خود تقاضای 4,200,000,000 دلار خسارت از MTN کرده است. شرکت MTN از آفریقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد کرده و ادعای رقیب ترک خود را اخخازی توصیف کرده. اما در مرکز پرونده قضایی گشوده شده علیه MTN اعترافات کریس کیلووان یکی از مقام‌های اجرایی سابق MTN قرار دارد که توانست در پیروزی شرکت در امضای قرارداد با ایران نقش کلیدی ایفا کند. این مسئول سابق MTN به همراه اعترافاتش حدود 7,000 صفحه اسناد داخلی شرکت MTN را در اختیار وکلای تورکسل قرار داده است. خب داستان روشنه دیگه. وقتی که مزایده میذارن و انقدر سودآور بوده است، این که در همون 3-4 سال اول 17,000,000,000 دلار درآمد داشته بین تورکسل و MTN که تورکسل مال ترکیه، MTN مال آفریقای جنوبی، این دعوا بعداً در واقع پیامد همون حقوق بازیه که در ایران میشه. تورکسل در مزایده‌ای که امیررضا عارف میگه 32 شرکت بودن، تورکسل منم چند تا بودن، تورکسل در اون مزایده اول میشه، برنده میشه، ولی میان با اتهام این که اون با نمیدونم اسرائیل و صهیونیستا و این داستانا و اینایی که همیشه میزنه جمهوری اسلامی به هر کی میخواد حذفش کنه، اون با اونا ارتباط داره. پس بنابراین ما بریم سراغ MTN که حالا امیررضا عارف هم توضیح داد که چقدرش غیر قانونی بود و فلان. هرچی وقتی این ماجرا پیش میاد و تورکسل میبینه با حقه بازی باخت، کنار گذاشته شد، میره دنبال شکایت کردن از این. و کی کمکش میکنه؟ کریس کیلووان، مدیر عامل وقت MTN. همون موقع همین کریس کیلووان بود که اومد ایران و راه انداخت این قضیه رو که ماجرای رشوه و اینا پیش اومد. حالا میخونم براتون. ببینین، کریس کیلووان میگوید در پیشبرد پروژه ورود به ایران که تحت عنوان اسم رمز پروژه سنوکر در میان اعضای کمپانی MTN شناخته میشد، 200,000 دلار از سرمایه شخصیش را صرف پرداخت رشوه به یوسف سالوجی، سفیر وقت آفریقای جنوبی در تهران کرده و امتناع MTN از باز پرداخت این وجه به وی انگیزش برای افشاگری علیه کارفرمای سابقه شده است. خب 200,000,000 دلارش رفته، 200,000 دلار، معذرت میخوام، 200,000 دلارش رفته، بعد میبینه که شرکت همش پس نیاد دیگه. به هر حال الان هم تاجری است همین آقای کریس کیلووان در دبی. کریس کیلووان مدیر عامل سابق MTN سال 1383 میره ایران. اینجا میفهمیم که اصلا چرا جمهوری اسلامی دنبال این بود که آفریقای جنوبی به جای ترکیه برنده این مزایده بشه که 30,000,000,000 دلار ارزش داره. کریس کیلووان میگه توسط سفیر آفریقای جنوبی در تهران یوسف سالوجی مطلع شدم که اگرچه به ظاهر تورکسل برنده عقد قرارداد با ایران شده، MTN نباید از تلاش برای پیگیری به دست آوردن امتیاز راه اندازی اپراتور دوم ایران دست بردارد. در جریان ملاقات‌های خود با ایرانی‌ها، مسئولان وزارت دفاع و دیگر مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی مدام بر دو درخواست خود پافشاری می‌کردند. اول، نیاز به تحویل ادوات نظامی شامل پهباد، و دوم، پشتیبانی آفریقای جنوبی از برنامه هسته‌ای ایران. گفتن آقا اینا رو به ما بدین، باج می‌گرفتن. ما امتیاز این، یعنی همه مزایده پزایده با این شرکت، با اون شرکت بین‌المللی ایرانی، اینا همش کشته. شما بیاین به ما پهباد بدین و تو برنامه هسته‌ای از ما حمایت کنین در مجامع بین‌المللی. خب به هر حال این بده به سونا به همراه رشوه هایی که مسئولان جمهوری اسلامی میگیرن باعث میشه که تورکسل رو حذف کنن، MTN رو بذارن جاش. اما درست قبل از امضای قرارداد با MTN سال 1384 اوایلش، بازم جمهوری اسلامی از آفریقای جنوبی باج میگیره تا امضا بکنه اونو.
در سال 2005-1384 زمانی که کریس کلووان برای دریافت قرارداد اپراتور تلفن همراه مراجعه می کند، مقام های ایرانی به او می گویند که صدور مجوز تا زمان انجام رأی‌گیری آژانس انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش به تعویق می افتد. آخر همان هفته وضع تحریم های بیشتر علیه ایران به رأی گذاشته شد در آژانس بین المللی انرژی اتمی و آفریقای جنوبی چی رأی داد؟ رأی ممتنع داد. چند روز بعد MTN قرارداد خود را دریافت کرد. کریس کلووان مقام اجرایی ارشد MTN در اسناد 7000 صفحه‌ای که به تورکسل داده میگه به عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی مجبور شده رشوه بده، از جمله جاوید قربان اوغلو کیه؟ معاون وزیر خارجه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آفریقای جنوبی. کلووان میگه به 6 مقام دیگه از مسئولان جمهوری اسلامی رشوه داده که اسمشون رو نمیگم، حالا شاید تو جریان دادگاه روشن بشه. این آقای قربان اوغلو هم به نوشته اسناد کریس کلووان رشوه ای که میگیره که فکر میکنم 400,000 رن آفریقای جنوبی بوده، به هر حال کلووان میگه که بازم درخواست رشوه بیشتر کرد، پول بیشتر کرد که من باهاش چونه زدم و به هر حال قضیه رسوندم به 400,000 تا. بله، ایشونو به عنوان استاد دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران معرفی میکنن. آقای قربان چی بود؟ اوغلو، قربان اوغلو، جاوید قربان اوغلو. ببینید دیپلمات های جمهوری اسلامی چه چیزایی دارن، چه حیوانی ها ممر درآمدهایی دارن. این پرونده آقای یوسف سالوجی سفیر سابق آفریقای جنوبی در ایران نزدیک 7 ساله که داره بررسی میشه، از سال 91 که گفتم اون گزارش رویترز رو براتون خوندم، از همون موقعی که تورکسل اسناد از کریس کلووان مدیر عامل سابق MTN میگیره و اینا رو افشا میکنه، از اون موقع داره بررسی میشه. تازه 5 روز پیش یوسف سالوجی بازداشت میشه و قاعدتا باید از 2 ماه دیگه که دادگاه در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار بشه موضوعهای بیشتری هم فاش بشه. جمهوری اسلامی میخواد وایس اونا فاش بشه، بعدن بیاد یکی یکی انکار کنن این مسئولانش، یا برای چه میدونم جلوگیری از آبروریزی بیشتر یواشکی اونا رو میخواد حذف بکنه، اونایی که رشوه گرفتن و از مسئولانش هم چیکار میخواد بکنه؟ البته اینا اینقدر پرروان که بنام چه جوابی بدن. به هر حال تا اینجا سفیر سابق آفریقای جنوبی یوسف سالوجی از رئیس وقت MTN آفریقای جنوبی کریس کلووان ببینیم برای چی پول گرفته بود. کلیتش رو دریافتیم، برای اینکه با مقامات جمهوری اسلامی چونه بزنه که تورکسل رو کنار بزنن، MTN برنده بشه، درست؟ چه کسانی تو دولت احمدی نژاد از سفیر آفریقای جنوبی در تهران رشوه گرفتن؟ چه کسانی در بنیاد مستضعفان از سفیر آفریقای جنوبی در تهران رشوه گرفتن؟ اون موقع رئیس بنیاد مستضعفان که زیر نظر مستقیم رهبر معظم امام علی خامنه ای است کی بود؟ محمد فروزنده که اونم سپاهی است و جزء تحریم شده های بین المللی است به خاطر قاچاق مواد مخدر و اسلحه و اینها، و بعد از محسن رفیق دوست شد رئیس بنیاد مستضعفان از سال 78 تا سال 93، یعنی همون دوره ای که قرارداد با تورکسل بسته نشد و با MTN آفریقای جنوبی بسته شد و بحث رشوه هاست. الان هم محمد فروزنده داره مصلحت نظام رو تشخیص میده در مجمع تشخیص مصلحت نظام. گلپسر عارف میگه گرچه من MTN آوردم که ایران سلو راه بندازم، ولی دم راه انداختنش من و دولت احمدی نژاد گذاشت کنار چون پسر عارف بودم. تا قبل از اینکه قرارداد رو بدن به MTN، گلپسر عارف مگه نرفته بود به گفته خودش MTN اینا رو از آفریقای جنوبی آورده بود؟ خودش میگه. اون موقع چجوری MTN وارد بازار ایران شد و برای اپراتور همراه فعالیت کرد؟ کریس کلووان مدیر عامل وقت MTN سال 83 اومد ایران، از قبلم که 200,000 دلار داده بود دست سفیر آفریقای جنوبی در ایران که سیبیل آقایون رو چرب کنه تا قرارداد بدن دستش. تو اون دوره محمد رضا عارف بابای حمید رضا خان که MTN رو با پول تو جیبی شخصیش آورد ایران چی کاره بود؟ این آقا چی کاره بود؟
معاون اول رئیس جمهور بود، قبلش هم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود، قبلش هم وزیر پست تلگراف تلفن خاتمی بود. سال 82 یعنی تو دولت محمد خاتمی وقتی محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور بود، ایرانسل به عنوان برنده مزایده اپراتور دوم تلفن همراه اعلام شد رسما. دو سال البته طول کشید که گفتم به خاطر بده بسون باجگیری و اینا، دو سال طول کشید تا مجوز بدن بهش. سال 84 اوایل دولت احمدی نژاد مجوز فعالیت میگیره MTN ایرانسل به ترتیبی که عرض کردم. پیدا کنید خودتون پرتغال فروش را لطفا. خب ببینید، تکنولوژی یا فن آوری به قول علما قاعدتا باید در جهت رفاه و راحتی مردم باشه. انقلاب ارتباطات که تولید تلفن همراه هم یکی از دستاوردهای انقلاب بوده، قاعدتا در جهت ایجاد ارتباط سریع انسان‌ها با هم دیگه بوده، چرخش آزاد و فوری اطلاعات و دسترسی آسان همه به هر اطلاعاتی لازم دارن. در جمهوری اسلامی با فیلترینگ بگیر و ببند و هر ترفند نظامی و آخوندی سعی کردن جلو چرخش آزاد خبر و اطلاعات رو بگیرن، که البته همیشه خودشون رو سر کار گذاشتن. یه تیکه بشنوید. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: به عنوان یک قاضی که مدت‌ها کارش رسیدگی به پرونده نگهداری ویدئو و ماهواره و این چیزا بوده، چون من قریب 4 سال رئیس دادسرای مرزا منکر تهران بودم، معتقدم که این بگیر و ببندها مشکل رو حل نمی‌کنه، مشکل رو افزایش میده. ولی ما فیلترینگ کردیم تلگرام رو و با استفاده از این امکانات فنی رو نمیدونم که هست و بعد استفاده میکنن، خب ما ولی این فضا رو بسیم، راه پیمودن یک مسیر دیگه رو جوانای ما پیدا میکنن و با فیلتر شکن خیلی راحت میتونن دسترسی به هر امکانی داشته باشن. ببینید، نکته مهم این است که این شکست در برابر تکنولوژی و مدنیت و امکانات این جهان که راه گذار از تک صدایی دیکتاتوری رو سرعت میده، کل حکومت ترسان از آگاهی مردم رو هم وارد میدان میکنه. چاره نداره جز تسلیم شدن در برابر خواست مردم. ما نه در مبارزه با ویدئو موفق بودیم، نه در مبارزه با ماهواره موفق بودیم، نه در فیلتر کردن تلگرام موفق بودیم. تمام کسانی که به فیلترینگ تلگرام رای دادن و موافقت، الان خودشون از دارن از فیلتر از تلگرام با حساب همین فیلتر شکن استفاده میکنن. اینجا شکست خوردن، ولی تا تونستن جیب مردم رو خالی کردن، یعنی سعی کردن بیشترین بهره مالی رو از این تکنولوژی ببرن، با کلاهبرداری البته. ببینید، تیم ملی فوتبال ایران دو هفته پیش تو بازی‌های یک چهارم نهایی به ژاپن باخت و برگشت ایران. یک نفر آمد گفت برنده بازی ایران و ژاپن ستاد اجرایی فرمان امامه، با حقه ارزش افزوده. ارزش افزوده هم که میدونید یعنی هر خدماتی که اپراتور موبایل میده دیگه. گزارش خلاصه شده، گزارش محمد جورجندی در وباموز: ستاره 3، ستاره 12 مربع هستن روی خط. اگر متاسفانه هنوز صدا سیمای ملی کازینوی ملی رو نگاه میکنید، حتما ستاره 3 رو زیاد دیدید تو برنامه‌های زنده. بریم ببینیم ستاره 3 داستانش چیه. ستاره 3 یه قراردادیه که هفته 96 ثبت شده اینجا میبینید بین مخابرات و صدا سیما، و سه تا آدم این قرارداد رو استارتش رو زدن. چند نکته جالبه، اونم اینکه این قرارداد قبل از جام جهانی بسته شده و ما باید خیلی خوشبین باشیم اگه فکر کنیم که این آدم ها نمیدونستن که جام جهانی تو راهه، و همه ما دیدیم که تو جام جهانی تبلیغات صدا سیما با ملت چیکار کرد. ببین، اینا 4 سال تبلیغات صدا سیما رو خریدن کامل، پولشو پرداخت کردن و خریدن و تمام تبلیغات رو اومدن گرفتن دستشون. به این نامه توجه کنید، شبکه 3 فرستاده برای مؤسسات شرکت‌های محترم طرف مشارکتش، گفته آقا تاریخ فلان دیگه تمام تبلیغات ما قطع میشه و ما میریم زیر مجموعه توسکا، و اگر شما تبلیغ داری بود ببری بدی به توسکا. این کاملا انحصاری، خود صدا سیما انحصاریه، تبلیغاتش رو هم انحصاری کرده. حالا ببینیم این آدما کیا بودن تو اون تاریخ همچی کاری کردن: محمد مهدی عطوفی، سعید عسکری و محمد کاشانی.
محمد کاشانی عضو هیئت مدیره همراه اول بوده، یعنی تو همون تاریخ بازنشسته شده رفت. محمد مهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش همراه اول بوده. آیه سعید عسکری چیکاره بوده؟ ایشون مدیر کل ارتباطات همراه اول بوده. جالبه این سه تا آدم قراردادو که بستن رفتن، یعنی انگار که مثلا این یه جایزه پایان خدمتشون بوده یه همچین چیزی، یه همچین قرارداد شیرین رو بستن و رفتن. حالا اینکه کجا رفتن هم خودش بامزه است. یعنی بلافاصله ایشون شده مدیر عامل جدید رایتر، اتوبوس رو صدا کرده گفته که تو هم بیا. سعید عسکری باهاش برده شده معاون تجاری رایتر و همین شیرینی. لازمه چند تا مبانی رو با هم دیگه بدونیم. یکی اینکه ستاد اجرایی فرمان امام مالک تمام ایناست. شرکت موبین، ارتباطات سیار ایران، مخابرات و و و که دو تا چارت داریم، دو تا چارت رو با هم ببینیم. اول باید بدونید که شما پیامکی که میزنید توی این سامانه ها شرکت میکنید یا به اسم شارژ رایگانه یا به اسم اینترنت رایگانه که زیاد میبینید تطبیقش این ور اون ور، یا اینکه اگه صدا سیما رو بزنید میبینید که دائم داره میگه بیاید بی ام دبلیو ببرید، ترمینال بنز ببرید. ولی بذارید ببینیم که داستان ارزش افزوده تو ایران چه چارتی داره. ببینید دو تا اپراتور داریم، اینا یه سری شرکت گردن کلوف این وسط دارن که اینا قراره مدیریت کنن شرکت هایی رو که محتوا تولید میکنن که استثنا به اینا میگن اگریگیتور، موبین وان، تلپرومو، پردیس اول، همراه بس. همراه اول که مستقیم مال ستاد اجرایی فرمان امامه و این شرکت هم همه زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امامن. من دو تاشو اینجا به شما نشون میدم، پردیس اول و موبین وان. میبینید اینا زیر مجموعه با یه واسطه زیر مجموعه موبین ایرانن و موبین ایران هم که شرکت زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امامه. یعنی چارت و اینا با هم دیگه خیلی خوب چیدن ها، یعنی حواسشون هست، جوری معادله رو چیدن که در نهایت تمام پول میره دست ستاد اجرایی فرمان امام، جای دوری نمیره. حالا برای اینکه مطمئن بشید دولت نقش عملگی رو داره اجرا میکنه این وسط، یه بررسی کنید این شرکت ها رو، ببینید همشون ثبت شده تو منطقه آزاد تجاری هست و مناطق آزاد تجاری معافیت 25 ساله مالیات داره. یعنی بابت این پولی که دارن از مردم دزدی میکنن به اسم ارزش افزوده حتی یک قرونش رو به دولت پرداخت نمیکنن. ببینید مثلا خبرها رو که سرچ کنید شما میبینید که مثلا ستاد اجرایی فرمان امام 43% درآمد تالیا رو هم داره، یعنی تمام مخابرات دستشه، سیستم تلفن ها مخابرات اینا دست ستاد اجرایی فرمان امام تر روی همش دست داره. تیم جدیدی که اومدن توسکا رو در دست گرفتن حالا کیان، سر اینا رو بررسی میکنیم. یکی ابوذر مهمنشه، آدم فنیشون همین ابوذر مهمنشه و دوتای دیگه کیان، محمد کرمی و کاوه اشتهاردی. کاوه اشتهاردی رو اصلا نمیخوام بگم کیه، فقط اسمش رو شما سرچ کنید تو گوگل، کاوه اشتهاردی. شما اسمش رو که سرچ میکنی اصلا دیگه مشخصه طرف کیه. این رفیق مرداد بسپاشه، مرداد بسپاش هم مدیر شستا بوده، چند وقت پیش میخواستن بذارش مدیر عامل مخابرات، احتمالاً مدیر بعدی ستاد اجرایی فرمان امام باشه ایشون و خب تکلیفش هم مشخصه، در مورد سرچ کنید مطلب در مورد ایشون زیاد میاد. رفیق صمیمی آقاست. کاوه اشتهاردی با حمایت مهرداد بسپاش مدیر عامل شرکت توسکا وابسته به ستاد اجرایی شد. کاوه اشتهاردی قبل از این در دولت نهم و دهم مسئولیت روزنامه ایران و معاون شیخ الاسلام وزیر کار دولت دهم که در وسط مجلس نهم عصر شد نیز بود. ستاره 3 ستاره 40 مربع رو شماره گیری بفرمایید. 4 جایزه 10 میلیونی به ارزش 400 میلیون ریال تقدیم شما خواهیم کرد. تاب دلاره آقای کیروش حقوقای ما ریاله و اونم که بله یادش بفرمایید. ستاره 3 ستاره 39 مربع رو میتونید بگیرید برای شرکت قرعه‌کشیمون. ستاره 3 ستاره 19 همه هم در حال جایزه دادن، 20 میلیون تومان جایزه. اینترنتمون هم پر شده از شارژ رایگان، 100 گیگ اینترنت رایگان. چه میدونم اینو بکش بالا 100 گیگ اینترنت رایگان بگیر، بکش بالا 100 گیگ نمیدونم چی بگیر. آخه ما توی کشور زندگی میکنیم که اینا یه روزی بلیط های بخت آزمایی رو گذاشتن کنار، گفتن قماره و اون آدما رو بردن که اعدام کنن. این یه دونه که این داره تبلیغ میکنه میگه یک کو بفرست به فلان، روز 600 تومان از شما کسر میکنه. یه جمع تفریق میکنیم با هم، 7 میلیون نفر شرکت کردن. موقعی که یه جمع تفریق ساده میکنی تبدیل میشه روزی 4,300,000,000 تومان فقط از برنامه آسیا 2019 که خام خام و مستقیم میره تو جیب ستاد اجرایی فرمان امام، به خاطر که اون رابونایی هم که دیدید یه درصدش مال ستاد اجرایی فرمان امامه.
بله، یه سری عمل هم دارن که عمل عکله دارن که باید پولش رو وسط بدن، ولی اصل قصه پولش میره بالا و اینه یک قرون از این پولی که دارید میبینید و مالیات نمیدن. یعنی الان دکون صدا سیما دستشونه، دکونی که مال من و توه، بیت الماله و خودش انحصار هستن و از اون دارن برای یه همچین بستر کلاهبرداری استفاده میکنن. بله، به هر حال ببینید، بر اساس مصوبه 147 کمیسیون تنظیم و مقررات ارتباطات برای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی اپراتورها، تایید مشترک با استفاده کننده برای فعال سازی الزام نیست. یعنی چی؟ یعنی همون تیکه ای که دیدین آقای جورجندی نشون داد در گزارشش، که اون گوشه چیز نمشته بود که 600 تومن از شما کم میشه با هر پیامک، اینو مثلا گذاشتن به عنوان همین تایید مشترک. این به این معنی هم هست در قانون آقایون که میتونین شما شکایت کنین و لااقل میتونین پول ندین به این دوزی. این دوزی ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای که به واسطه این مجریای تلویزیون و موبایلاتون انجام میشه، میتونین خلاص بشین ازش. میتونین لغو عضویت خدمات محتوایی، لغو عضویت خدمات محتوایی رو درخواست کنین فوری، دیگه پول مفت به این دوزا ندین. پرده آخر رو باید بریم. مسلمون نبود، یه هندو بود. گفت ای مردم نترسید، هر کسی که توی این کشتی شیعه هست، همه تو مسلمون این داری میرین حج، ولی اگر شیعه یکی شیعه هست به ما بگه. بعد گفت این دریا ساکت نمیشه مگر اینکه ما یک تربت امام حسین را تو این دریا بریزیم بندازیم. عجب. بعد یک نفر از اون شیعه هایی که بودن تربت امام حسین در ساک خود داشت، در آورد به این ناخدا داد و اون تربتی که داشت وارد دریا انداختن، تو دریا انداختن. بعد از که اون تربت رو انداختن آب مستقر شد و اون امواجی که متلاطمی که امواج متلاطمی که بود شدت داشت سکون کرد. شب و روزگار خوش.